درود دوباره به شما عزیزان و دوستداران برنامه دنیای زن. مرسی که با ما هستید و این برنامه رو تماشا میکنید. امروز مریم با ما خواهد بود و موضوع رو بیشتر از لحاظ ریشه‌ای برای ما باز میکنه. یک سری به استودیو تعلیم میزنیم تا ببینیم مژده برای ما چی داره. از شما عزیزان میشنویم و آنایتا قسمتی از تجربه کاریش رو با ما در میون میگذاره. نیلوفر ما رو در پرستش رهبری خواهد کرد و میریم به کارگاه سوزان تا ببینیم اونجا چه خبره. از تا انتهای برنامه همراه ما باشید. بریم یه ویدیو کوتاه ببینیم و باز برمیگردیم. من اومده بودم گوشه نامزد آمده برم. نامزدتون؟ خب عزیزان، حتما تا حالا متوجه شدید که میخواییم در مورد موضوع غیبت در محیط کار امروز صحبت کنیم. سمیرا چه موضوع داغی هم هست. میدونی من بعضی وقتا که به آرشگاه میرم متوجه میشم که موضوع غیبت مثل نقل و نبات شیرینی صحبتهای اونهاست. حالا چه برسه مشتری و آرشگرم با هم دوست باشن. بله. البته حالا این رو من توی پرانتز بگم، فقط در آرشگاه این موضوع دیده نمیشه، در خیلی جاها این موضوع اتفاق میفته. درسته، منم خودم خیلی این تجربه رو دارم و خیلی خوشحالیم که مریم امروز اینجاست. میدونم حسابی مرسی عزیزان. خب آره، یه مقدار چیزایی رو در موردش خوندم. غیبت بهتون بگم همیشه وجود داشته، همه میدونن غیبت چیه و همیشه این غیبت از زمانهای قدیم بوده. یک جا میخوندم زمانی که انسانهای اولیه تصمیم گرفتن که برای شکار، برای کشاورزی و یا نگهبانی با همدیگه همکاری کنن تو جمع کوچیکشون، متوجه شدن که باید کارها رو با تقسیم کنن. کی شکار کنه، کی کشاورزی کنه، کی قوی تره، کی ضعیف تره، و کم کم شروع به صحبت کردن که کی برای چه کاری خوبه. و نگهبانا هم که تا صبح بیدار میموندن دور آتیش که مواظب به گروه باشن، کم کم شروع به صحبت کردن که هر کسی چه کاری رو انجام میده، که کم کم این صحبت ها بو و رنگ غیبت به خودش گرفت. و این صحبت ها باعث شد یک رابطه عاطفی و یک همبستگی بین افراد به وجود بیاد. اتفاقا الان هم همینطور هست. خانوما یا کلا هر کسی که غیبت میکنه برای که سلام که نزدیک بشه. آره. مریم، آیا موضوع غیبت موضوعی که فقط بین بزرگترها یا سن خاصی داره؟ خب اولا باید بهت بگم سارا جان، ما تقریبا 60% حرفامون غیبته. که میتونه حالا این غیبت در مورد دوستامون باشه یا دشمنامون باشه یا میتونه در مورد افرادی که نمیشناسیم باشه. و این غیبت کردن میتونه از سن 3 تا 5 سالگی بین بچه ها شروع بشه. بچه ها در مورد چه غیبت میکنن؟ که از بابازیم دوزیده و خیلی چیزا میتونه باشه. و کم کم میتونی غیبت ها خیلی راحت هم میتونه شروع بشه. مثلا میگه آه، طرف میگه پشت سرش نباشه ها، بچه‌ها یه خبر داغ میخوام بهت بگم، یا اینکه مثلا میگم آره دقیقاً، یا مثلا میگه راستی شنیدی چی شده. و با این جملات، حالا چه بچه‌ها چه بزرگا، این جملات شروع می‌کنیم. یادم الان در حین صحبتت که داشتی صحبت می‌کردی
یه چیزی یادم افتاد، یه روز که داشتیم با هم راجع به همین ها صحبت می‌کردیم، یک موضوع راجع به این ماسکا صحبت کردی. چیزی داری آره. در رابطه با این بگی به ما؟ آره از سارا جان، در مورد ماسکا، این حدود 1500 میلادی توی انگلیس و خیلی از کشورهای اروپایی یک ماسکایی بود که بهش میگفتن ماسکای شرم‌آور یا قورباغه ترسناک که کسی که غیبت میکرد دادگاه شهر مشخص میکرد که تا چند وقت باید این ماسکا رو بپوشه و تو خیابونا راه بره. و این باید خودمون این ماسکا رو میزدیم. آره ولی میدونم وقتمون داره تموم میشه، ولی میخوام یک داستانی بگم و با اون تموم کنم. داستان یک فیلسوفیه که یک روز با سرعت به سمت سقراط دوید و اومد گفت استاد میخوام در مورد یکی از دانشجوات بگم. و سقراط گفت قبل از اینکه به من چیزی بگی میخوام یک امتحان سفیلتری بهت بگم که از اون بگذری. و فیلسوف گفت امتحان سفیلتری چیه؟ گفت آیا که میخوای اولین فیلترینه، آیا چیزی که میخوای به من بگی از حقیقتش آگاهی در مورد این کسی که میخوای بگی؟ و فیلسوف گفت نه راستش فقط شنیدم. گفت خب پس از حقیقتش آگاه نیستی. دومین فیلتر اینه، آیا چیز نیکویی میخوای به من بگی؟ و فیلسوف گفت نه راستش برعکسش هم هست. پس سقراط گفتش که نه چیز از حقیقتش آگاهی و نه چیز نیکویی درش هست. و گفت میخوام سومین فیلتر بهت بگم، فیلتر مفید بودنه. آیا چیزی که به من داری میگی فیلتر مفیدی هست؟ و این فیلسوف شرمنده شد و گفت نه. و سقراط بهش گفت هر وقت میخوای صحبت کنی سعی کن اول بدون حقیقت هست، دوم بدون آیا مفید هست، و سوم بدون که آیا درش نیکویی هست، و اگر درش هیچ کدوم نیست لطفاً اون حرف رو نزن. چقدر قشنگ مریم جان، من یاد یک مثال یهودی میندازه که میگه اگر چیز رو به چشمت ندیدی با دهانت برام شهادت نده. چقدر زیبا. خیلی ممنون مریم جون. با هم میریم و بعد دوباره برمیگردیم. کاری که من انتخاب کردم با مردم بیشتر در ارتباطه، با قشر خانوما مخصوصا بیشتر در ارتباط هستم، باشون نزدیکتر هستم، بیشتر میتونم باشون ارتباط برقرار کنم، بیشتر با همدیگه گپ و گپ داشته باشیم، صحبت کنیم. چالش ها زیاده، خانمایی که میان خیلی غیبت میکنن اینجا خب برای من به شخص خوشایند نیستش. خانمایی که درد دل میکنم مشکلاتشون رو میارن تو این محیط، من باید همچنان شنونده باشم و بیشتر وقتا باید راهنمایی بهشون بدم، کمکشون کنم که از این در میرم بیرون با حال خوب بره. حالا من نه تنها سعیمو میکنم که رو صورت و موهاشون کار کنم، رو روحیه‌شون هم باید اتفاقا کار کنم. حواسم باید باشه که وقتی از اینجا میرم بیرون با روی خوش برم، با حالتی شاد برم بیرون. آره متاسفانه تجربه تلخ غیبت کم و بیش دارم از قبل از ایمانم مخصوصا، که میشستیم با هم دیگه و برای اونم خیلی متاسفانه لذت بخش بود. در حین کار کردن بچه ها تعریف میکردن، از مادر شوهر خیلی میگفتن، از خواهر شوهر میگفتن، از دوستانشون میگفتن و ما هم میشنیدیم، یا تصدیق میکردیم یا رد میکردیم. برامون خوب بود، دوست داشتیم اتفاق این قضیه رو. ولی از بعد ایمان فکر میکنم به این نتیجه رسیدم که این نه تنها باعث لذت ما نمیشد، باعث میشد که بیشتر یه انرژی از ما گرفته میشد و ما فقط داشتیم پشت سر بقیه حرف میزدیم. به نظر من وقتی فکرش میکردم خب چه چیزی داشت اینکه ما همش بخوایم در مورد کسی دیگه بخوایم حرف بزنیم؟ آیا تاثیر اون حرف تو زندگی من هستش، نقشی داره واسه پیشبرد زندگی من؟ خب نه نداشت، حرفایی بود که فقط خودمون فکر میکردیم و بیشتر موقع قضاوت های اشتباه توش بود و این اصلا درست نبود. اولین کاری که میکنم همیشه سعی میکنم بهش بگم که اون طرف رو قضاوتش نکنیم، بیا بذاریمش کنار، بیا براش دعا کنیم. اگه از دستش ناراحت هستی میخوای بشینی اینجا حرف اون آدم رو بزنی، غیبتش رو بکنی که دلت راحت بشه، سبک بشه، بیا براش دعا کنیم. چرا ما این کار رو نکنیم؟ با دعا کردن که بیشتر سبک میشیم، بیشتر خودمونم احساس خوبی رو پیدا میکنیم تا اینکه مرتب هی بخوایم ازش حرف بزنیم و خودمونم خسته تر میشیم. خیلی وقت با بچه ها نشستیم دعا کردیم و به مرور دیدم چقدر تاثیر خوبی گذاشته برای بچه هایی که میادن غیبت میکنن و حالا میگن بیا نایتو بیاشین دعا کنیم. ناراحتم، سنگینم از فلانی
یه کدورتی به دلم هست، حرفشو نمیزنم، بیا فقط براش دعا کنیم. این برای من خیلی پربرکت بوده. سلام بر بیننده های عزیز، امروز میخوایم در مورد غیبت صحبت کنیم. هرچند بر طبق تحقیقات سازمان های نیروی انسانی، غیبت توی محل کار بازدهی کار رو کم میکنه، روحیه کارمندان رو پایین میبره، با این وجود به خاطر اون پیوند و نزدیکی که غیبت کننده ها با هم پیدا میکنن، حتی وقتی به بهای خراب کردن شخصیت یه نفر دیگه باشه، میبینیم که تو هر اداره، آرایشگاه و کلن در محل کار غیبت یه امر متداوله. ولی به عنوان یک زن مسیحی چطور میتونیم با این موزل برخورد کنیم؟ پاسخ به این سوال آسونه اگه اول بتونیم به یه سوال دیگه پاسخ بدیم، و اون سوال اینه: اگه کسی در محل کار در مورد من غیبت کنه، دوست دارم همکارم چی کار کنه؟ پاسخ من لااقل 3 چیز هست. اول از همه انتظار دارم که با محبت ولی به طور جدی غیبت کننده رو به چالش بکشه. دفاع از شخصی که از او غیبت میشه یکی از کاری ترین ابزارهای جلوگیری از غیبته، مخصوصا اگه بلافاصله بعد از این باشه که کسی داره ازش غیبت میکنه. چرا؟ چون اون موقع اگر شما مخصوصا در یه جمعی باشید، وقتی در شروع این کارو میکنید فقط یک نفر رو باید به چالش بکشید، ولی اگه بذارید همه حرفاشون رو در مورد اون شخص غایب بزنن و طرف رو تایید کنن، یعنی غیبت کننده رو تایید کنن، و بعد بخواید از شخصی که غایب دفاع کنید، با چند نفر روبرو هستید. کلام خدا در امثال باب 26 آیه 20 میفرماید: بدون هیزم آتش خاموش میشود، بدون سخنچین مشاجره پایان میپذیرد. پس روش اول اینه که هیزم غیبت رو با چالش و دفاع از شخصی که غایبه خاموش کنیم. توی مزمور 15 آیه 3، شخصی که با خدا یار و صمیمی هست رو کسی میدونه که ملامت رو درباره نزدیکانش نمیپذیره. دوم، من دوست دارم اگه در مورد من غیبت میشه، دوست من موضوع صحبت رو عوض کنه. شاید شما واقعا نمیتونید از کسی که در موردش غیبت میشه دفاع کنید، یا حتی با غیبت کننده موافقید، ولی باز به عنوان یک مسیحی غیبت کار ما نیست. در آیه 7 امروز افسوسیان باب 4 آیه 29 میخونیم: دهانتان به هیچ سخن بد گشوده نشود، بلکه گفتارتان به تمامی برای بنای دیگران به کار آید و نیازی را برآورده سازد و شنوندگان را فیض رساند. غیبت چگونه میتونه بنا کننده و فیض آمیز باشه؟ پس بهتره با جملاتی مثل این موضوع صحبت رو عوض کنید. مثلا بهتره وقتی خودش اینجاست باهاش صحبت کنیم، یا این موضوع به ما مربوط نیست، بیای در مورد یه چیز دیگه صحبت کنیم، یا برگردیم سر کار خودمون، یا حتی به شوخی هر کسی کار خودش، بار خودش، آتیش به انبار خودش. سوم، من دوست دارم دوست من سکوت کنه یا اونجا رو ترک کنه. در اینجا منظورم اون سکوتی نیست که علامت رضا هست، بلکه سکوتی که علامت اعتراض هست. اگه جلوی غیبت رو نمیتونید بگیرید، باید اونجا رو ترک کنید. کلام خدا این واکنش رو علامت سلامتی و خوشبختی میدونه. مزمور 1 آیه 1 میگه: خوشا به حال کسی که در مشورت شریران گام نزند و در راه گناهکاران نایستد و در محفل تمسخرگران ننشیند. سلامتی این کار فقط برای دفاع از شخصی که در موردش غیبت میشه نیست، بلکه خوشبختی اون برای ما هم هست، چرا که شنیدن غیبت خودمون رو هم آلوده میکنه. در امثال باب 18 آیه 8 میخونیم: سخنان سخنچین همچون لقمه‌ای لذیذ است که به اعماق وجود انسان فرو میره.
ولی این لقمه به ظاهر لذیذ در حقیقت سم به عسل آغشته شده است که در پنهانترین زوایای وجود و فکر و روابط ما اثر میذاره و قدر و منزلت افراد رو توی دیدگاه ما کاهش میده. پس دوست عزیز من، اگه بار دیگه با موزل غیبت در محل کارت روبرو شدی و از خودت پرسیدی من به عنوان یه مسیحی باید چی کار کنم، همون کاری رو بکن که دوست داری وقتی در مورد تو غیبت میشه دوست و همکارانت انجام بدن. این هفته میخوایم افسوسیان باب 4 آیه 29 رو به خاطر بسپاریم. پس بریم سراغ سوزان و ببینیم چطور میتونه تو این زمینه به ما کمک کنه. سلام عزیزان، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه با هم هستیم و میتونیم یکی دیگه از آیات کلام خدا رو به خاطر بسپاریم. افسوسیان 4:29، دهانتان به هیچ سخن بد گشوده نشود، بلکه گفتارتان به تمامی برای بنای دیگران به کار آید و نیازی را برآورده شنوندگان را فیض رساند. امروز میخواییم یک کاردستی جدید با هم درست بکنیم که وقتی که این کاردستی زیبا رو میبینیم تو محل کارمون دست از غیبت بکشیم و با دیدن این آیه و کاردستی زیبا بتونیم به جای غیبت کردن همدیگر رو بنا کنیم. کاردستی که امروز داریم بسیار ساده هستش. همونطور که گفتم از وسایلی میخواییم استفاده کنیم که تو خونمون بلا استفاده است. اینجا من از یک قوطی خالی که مال سی دی بوده استفاده کردم، یک دونه لیوان پلاستیکی، سنگریزه، چسب نواری، چسب حرارتی و آیه‌ای که قبلا روی یک کاغذ با یک طراحی در اطرافش پرینت کردم. سنگریزه های تهیه کردم برای تزیین بین این دو جداره که میتونیم به راحتی با هر تزیینی که شما دلتون میخواد پرش بکنیم. من سنگریزه انتخاب کردم. شما میتونید مروارید های رنگی، از توپ های رنگی، کوشماهی و یا حتی سنگ های کوچیک طبیعی استفاده کنید و یا هر تزیین دیگه که خودتون علاقه دارید. و در سر آخر شما میتونید هر وسیله‌ای که دارید در اون قرار بدید و به راحتی استفاده کنید. شما حتی میتونید برای اتاق بچه‌ها برای استفاده از مدادهای رنگی و یا ماژیک از این وسیله استفاده کنید و داخل بین دو جداره را از تزییناتی که برای بچه‌ها بسیار دلچسب هست استفاده کنید. امیدوارم که از کاردستی امروزمون هم خوشتون اومده باشه. تا دیدار دیگه در پناه خدا باشید. خوشحالیم که تا اینجا برنامه با ما بودید و خیلی بیشتر خوشحالیم که مثل همیشه برای ما کامنت فرستادید. بله، داریوش جان برای ما نوشته
به امید آزادی زنان ایران، به فیض مسیح نجات بخش. داریوش جان دعای تو رو میپذیریم. حسین برای ما نوشته کدوم اکسترا هست، ما هم بیاییم، ما هم بیکاریم. عجب. البته حسین جان ما واقعا بیکار نیستیم، ما کلی کار کردیم، ولی در حسرت. مرسی از واقعا کامنتتون. مرسی حسین جان از کامنت. نیکتای عزیز توی پیج فیسبوک دنیای زن گفته خدا رو شکر برای وجودتون، امیدوارم همیشه در پناه خداوند پر از فیض و برکت باشید. خواهر مجده عزیز، خواهر ماگدای نازنین و خواهر بهار دوست داشتنی، بسیار از شما آموختم. امیدوارم موفق، شاد و پیروز باشید. دوستتون دارم. نیکتا جان بهار هم از پشت صحنه اینجا داره میگه که منم تو رو دوست دارم عزیزم. مرسی برای کامنت هایی که برای ما فرستادید. عزیزان همونطور که میدونید وقت برنامه کمه و ما نمیتونیم همه پیغام های شما عزیزان رو بخونیم. درسته، ولی راه های ارتباطی با ما رو میدونید و همین لحظه روی صفحه میبینید، پس باز هم برای ما بنویسید. نظرات شما به ما کمک میکنه تا برنامه های بهتری برای شما تهیه کنیم. درسته. خب سمیرا، واقعا چه به موضوع جالبی رو در مورد غیبت ما شنیدیم. فکر کن که یه روز از خونه بیای بیرون ببینی آدم ها با این ماسکا روبرو هن. دقیقا. تازه سارا این خوبه، اگه فکر کن که مثلا خودت به خودت بگم باید این ماسکا رو بزنی، من از من خیلی وحشتناکه. آره، ولی واقعا اگه یه لحظه خودمون رو ما جای اون شخص بذاریم که راجبش غیبت میشه، به نظرم خیلی ناراحت کننده. درسته، مطمئنم هیچ کس دوست نداره پشتش غیبت بشه. همونطور که مجده گفت، برای اینکه جلوی غیبت رو در محیط کارمون بگیریم، اول با محبت ولی به طور جدی غیبت کننده رو به چالش میکشیم. درسته. سمیرا، من اونجایی که مجده در مورد عوض کردن موضوع صحبت به ما گفتش خیلی دوست داشتم. به نظرم واقعا راهکار حکیمانه ای. دقیقا. و در آخر سکوت. سکوت کنیم و اونجا رو ترک کنیم. البته همونطوری که باز مجده گفت، نه سکوت به معنی رضایت بلکه به علامت اعتراض. حالا که در مورد همه این چیزها شنیدیم، دعا کنیم. میدونی همه ما تو این مورد واقعا ضعف داریم. درسته، قبول دارم همه ما تو این قسمت ضعیف هستیم. عزیزان شما هم با ما متحد بشید تا بتونیم از امروز همه با هم یک تصمیم تازه بگیریم. آمین. پس با هم دعا میکنیم. خداوند دوست داشتنی تو رو شکر میکنیم. خداوند بی نظیر تو رو شکر میکنیم. آمین. چقدر زیبا در کلام تو میگه که بر در دهان من نگهبان بگذار. آمین. پاسبانی کن. آمین. خداوند به نام عیسی مسیح اعتراف میکنیم که همه ما در این موضوع ضعف داریم. خداوند ما رو کمک کن. عزیزانی که دارن این برنامه رو میبینن که در محیط کارشون خداوند این موضوع غیبت میاد، خواهش میکنم همطور که در تعالیم شنیدیم محل رو ترک کنیم، فرصت ندیم، مجال ندیم. خداوند در اونجا باشه که اتفاقا زبان ما پیام شیرین، کلام شیرین ازش بیاد بیرون. ای خداوند عزیزم، باشه که برای جلال دادن نام تو باشه، برای محبت کردن باشه، نباشه که راجع به کسی صحبت بکنیم چرا که کلام تو میگه کراهت داری، دوست نداری. خداوند عزیزم پس ما رو کمک کن، عزیزان بیننده ما رو کمک کن و باشه که خداوند تماما زبان ما درش برکت، شادی و خداوند سخنان دلاویز به هم دیگه باشه. آمین. در نام عیسی مسیح آمین. 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 عزیزان در انتهای برنامه نیلوفر ما رو در پرسش هدایت میکنه. تا دیداری دوباره شما رو به دستای خدا میسپاریم. خدا نگهدار. عزیزان میخوام دعوتتون کنم بیایم چند لحظه توی حضور خدا. اجازه بدیم حضور خدا بیاد ما رو پر کنه و اجازه بدیم که حضور او ما رو در آغوش بگیره. میخوام دعوتتون کنم چند لحظه هر جایی که هستین شروع کنیم به دعا کردن، روح خدا رو بطلبیم. ای پدر به نام عیسی مسیح حضور تو رو خداوند میطلبیم. به نام عیسی مسیح ای پدر اعلام میکنم خداوندم حضور تو رو خداوند حقیقتاً احتیاج داریم. ای خداوند احتیاج داریم حضور تو خداوندم بیاد ما رو در بر بگیره، حضور تو به ما قوت بده، قدرت بده و خداوندم خون عیسی خداوندم که پاک کننده هر گناه خداوندم، خون عیسی رو توی این پرستش خداوند میطلبیم خداوندم که بیاد بشوره، پاک کنه، ببره خداوندم. به نام عیسی مسیح خداوند آمین. گر از گناه آزادی میخواهی در خونه
عیسی این قدرت است. گر بر شیطان تسلط میخواهی در خون عیسی قدرت است. قدرتی است بی حد معجزه‌آسا در خون مسیحا. قدرتی است بی حد معجزه‌آسا در خون برای خدا. گر از غرور آزادی میخواهی در خون پاکش این قدرت هست. از عادات زشت آزادی خواهی در خون عیسی قدرت هست. قدرتی است بی حد معجزه‌آسا در خون مسیحا. قدرتی است بی حد معجزه‌آسا در خون برای خدا. گر خواهی از برف سفید تر شوی در خون عیسی این قدرت هست. شفا از مرض هایت میخواهی در خون عیسی قدرت هست. قدرتی است بی حد معجزه‌آسا در خون مسیحا. قدرتی است بی حد معجزه‌آسا در خون برای خدا. گر میخواهی او را خدمت کنی در خون عیسی این قدرت هست. در زندگیت تمجیدش کنی در خون عیسی قدرت هست. قدرتی است بی حد معجزه‌آسا در خون مسیحا. قدرتی است بی حد معجزه‌آسا در خون برای خدا.
دارم نامزد میکنیم باورت میشه؟ وای خدا خیلی خوشحالم. نمیدونی چقدر اصلا باورم نمیشه. خیلی باید خوشحالم. باید پسر خیلی خوبی باشه که اینقدر خوشحالی. عالی عزیزم عالی. نگاه کن دست و پام داره میلرز. اصلا نمیدونی چه سرسه. مبارک باشه. قربونت برم. فقط عزیزم خیلی حواست باشه. من دارم میرم خریدام رو بکنم. لازم روش لباس خودت که میدونی دیگه چه خریدایی میشه کرد. قربونت خیلی مواظب خودت باش. روزیه تو خدا چی شده؟ یه نامزد کرده. سلام آقا بفرمایید. چه لحظه بعد معطلشین ببخشید. همکارم نیستش. همش نامزد بازی خرید. حالا انگار چی شده؟ نمیدونم حالا کی پیدا شده اینو گرفته. یه قیافه هم میگیره برامون. من اومده بودم گوشه نامزد